دیگه سوال ما کردم یا باز کنم که بینیدان نه صدای بخونم؟ تو را یک یک لحظه یک لحظه صدای از امیر میشنوید یا نه دوستان؟ صدای از امیر میشنوید یا نه؟ چون دفعه قبلی بنده خدا ما صدایش رو نمیشنید. هر کس میشنه و اونم آره میشنه. صدا درسته، صدا درسته. اگه میشه سوال خود یک دفعه دیگه بگو که دوستانم در جریان سوال باشه. ما اینه میسته بیادر کمی شیعه و سنی را کی کشید؟ یک ما و شما مثلا در دنیا فقط دو رقم انسان است، یکی خوب یکی بد، دیگه هیچ نجات نیست، هیچ مفکوره بیادرت است. این مفکوره ما است. اینی را نال خودت اگر به ما یک ذره تشریح بدی که ایره کی گفته که اینی قوم شیعه است، اینی قوم سنی است، اینی قوم اینه تر است، اینی قوم اینه تر است. شیعه و سنی یک نام هستند، یک لغت اجانا عربی هستند، از خود اجانا یک معنا داره. شیعه در معنای پیرو، اوکی یعنی شما شیعه ابوبکر، عمر، عثمان، ما شیعه علی، شما سنی به اصطلاح صلی الله علیه وسلم، ما شیعه محمد مصطفی، ما سنی یعنی پیرو سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این یک لغت هسته، خوب زیاد روی نام انسان نباید، چون کی لغت جان عربیه، زیاد روی از این نباید انسان تاکید کنه. حالا کدام عقیده شان؟ این عقیده مهم هسته. در عنوان مثال، یعنی می اصل اسلام بدون شیعه یا سنی، نام از امیر اصل اسلام میذاریم که عقیدهش هم مشخصه، کتابم مشخصه، پیامبرش هم مشخصه، درست؟ اجانا حالا ببینیم در اینجا شیعه داریم و سنی، میخوایم ببینیم عقیده چه کسی طبق عقیده کتاب الله هسته، طبق عقیده سنت پیامبر هسته، درسته؟ اجانا ماشاءالله. در نزد از ما میگیم بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تنها کسی که جانشین ایشان بود علی ابن ابی طالب علیه الصلوات و السلام بود. شما میگید بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی ابن ابی طالب علیه الصلوات و السلام، درستم؟ خب یعنی اختلاف از لحاظ نظر و از لحاظ عقیده، اختلاف از همینجا شروع میشه. حالا ما میایم این نظر خود، این عقیده خود مطابقت میدیم با سنت پیامبر خدا و با کلام الله سبحانه و تعالی در قرآن، درست؟ یعنی معیار میشه سنت پیامبر و کلام الله. عقیده ما هرچه بود با ازید مطابقت میدیم. اگر برابری کرد یعنی عقیده ما اسلام هسته، اگر برخلاف سنت و برخلاف کلام الله بود یعنی ما دروغ میگیم، ما برخلاف اسلام هستیم، درسته؟ حالا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها بارها و بارها علی ابن ابی طالب علیه الصلاوات و السلام جانشین برحق پس از خود در مردم اعلام کرد، چه در کتاب های شیعه و چه در کتاب های سنی. قنبر جان قنبر علی جان ابن ابی طالب را با لفظ خلیفه هم گفت، با لفظ مولا هم گفت، با هر لفظی که شما بگید علی ابن ابی طالب را در مردم معرفی کرد. پس ما چه در نزد شما چه در نزد از ما سندهای صد هزار معتبر هست که پیامبر خدا بارها گفت پس بعد از ما فقط علی ابن ابی طالب خلیفه ما هست، جانشین ما هست. اوکی حالا من ایره در اختیار شما عزیز دل مزدک بزرگوار میذارم که شما بیاید یک مورد را نشان بدید که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در اینمی صراحت گفته باشه که ای مردم پس از من ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان و بعد علی هستند. یعنی ما الان عقیده خدا با کتاب خدا و با حدیث خدا برابری دادیم. انار شما هم عقیده خدا که ابوبکر، عمر، عثمان، علی باشه با کتاب خدا و سنت خدا برابری بدید، من از شما گوش میگیرم. بفرمایید. نه قدمت جان سقی چم بیادرم. خب ما که هستم بیادر، ما اول که معلومات ندارم در دین. خب بیادرم ما تا جایی که معلومات دارم اونه میتونم که بحث کنم، تا جایی که نداشته باشم سوال اشکال میکنم. نداره، اشکال نداره، نال اشکال. ما ای اگه ای سوال از خودت کدام دمی قرآن شریف، دمی قرآن شریف نشته هست که اینی قوم شیعه است، اینی قوم سنی است، اینی قوم اینه تر است، این نشته هست در قرآن شریف؟ در قرآن ما برتان سوره مائده آیه 55 را، اگر قرآن پیشتان هست میتونید خودتان نگاه نه کنید. دیگه گپ خود سر چشم، گپ خودت باور میکنیم یاد. آره تشکر دوستان. در سوره یوسف، در سوره مائده آیه 55 با این عنوان که اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم، انما ولیکم الله، انما یعنی قطعا 100%، ولی یعنی سرپرست، کم یعنی شما، انما ولیکم قطعا سرپرست شما. اول چه کسی هستم؟ سوره مائده آیه 55، انما ولیکم الله، اول الله سبحانه و تعالی سرپرست ما مسلمانون هست و رسوله، بعد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اول الله، بعد رسول، بعد کسانی که ایمان داشتند، نماز می خواندند، در نماز در حالت رکوع زکات پرداخت می کردند. همانطور که می دانی، حالا ما و شما می خواهیم از لحاظ عقلی این را با هم دیگه بررسی کنیم که این چه دقیقا کسی هستند دقیقا که اطاعتش بعد از الله و بعد از رسول واجب شده، چون خدا گفت که این ولی هستند، انما ولی یکم الله، الله و رسوله. سومی کیه که والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون؟ او سومی کی هست که اطاعتش بعد الله و رسول واجبه؟ کسی که ایمان داشت، نماز میخوان، در حالت نماز در رکوع زکات پرداخت کرد. میبینیم که همونطور که خودت هم میدانی عزیز دل، هر آیه از قرآن شأن نزول داره، یعنی یک اتفاقی در زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم افتاد که آیه نازل شد، او را شأن نزول میگن، درسته؟ من جانا احسن. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده بود که این آیه نازل شد که خداوند به پیامبر خود گفت که در مسلمانان بگو که قطعا سرپرست شما اول الله، بعد الله رسول هست و بعد رسول کسی هست که در نماز زکات پرداخت کرد. حالا میبینیم که در کتب خود شما، در عقیده خود شما عزیز دل، در کتاب شرح المقاصد، در از این کتاب، یعنی آیه قرآنی که مخاندم، ای قرآن شریف است، اول قربانشم کتاب قرآن شریف است نه؟ نه این کتاب قرآن نیست، یعنی آیه قرآن یک خواندم. آها اوکی اوکی انما اوکی ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آه سوره مائده آیه 55. حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاد که این نازل شد. اوکی نزلت به اتفاق المفسرین، نازل شد ای آیه که کل مفسرین اعتقاد دارند، بر از باور دارند، فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. ای آیه در شأن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نازل شد. چه زمانی؟ حین عطا سائل و خاتمه، وقتی که در سائل، در گدا انگشتر خود را بخشید، و هو راکعون فی الصلات، در حالت رکوع در نماز بود. پس او کسی که خدا میگه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلات، ایمان دارن نماز میخوانه، اینجا کی بود؟ حین عطا سائل و خاتمه و هو راکعون فی الصلات و یعطون از زکات و هم راکعون، او کسی که نماز میخواند در رکوع نماز زکات داد. کل مفسران میگن، البته از کتاب خودتان هست، مفسران سنی مذهب، که فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، که ای آیه در شأن نزولش زمانی بود که علی ابن ابی طالب چیکار کرد؟ اعطا سائل و خاتمو، در یک گدا انگشتر خود، خاتم انگشتر خود داد. در چی وقتی؟ و هو راکعون فی الصلات، در حالت رکوع در نماز بود. خب طبق از این آیه الله چی گفت؟ انما ولیکم الله و رسوله، اول الله سرپرست شماه، بعد رسول سرپرست شما هستند. بعدش طبق از این آیه ای که نازل شد، علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما چی میگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. چرا ولی؟ چون خدا گفت انما ولیکم. سوره مائده آیه 55، اینی هم در قرآن، اونو هم شأن نزولش از کتاب خودتان، چون گفت خود دیده که میگه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. اگر صحبت دیگه ای هستم من میشنم. ما قند کی جان، قند بن جان خیر ببینی که معلومات دادی، خدا خیر بده که زیاد وقت تا گرفتی. نه منظور ما یا نه ای خو گپ درست است که میگه در قرآن شریف آمده، نه نال وقتی که ما و شما وقتی که از دنیا میریم، نه وقتی که از دنیا میریم، اولین سوالی که از ما میشه نمیگه که مثلا تو شیعه بودی یا سنی بودی، نه اولین سوال چی میگه؟ اولین سوال است که تو چیستی؟ نه من هو ربک، خدای تو کیه؟ خدای قربانشم، نه من چی میگم؟ خدای ما الله است، خدا ماشاءالله. ام قدم قدم میگم من هو ربک، خدای تو کیه؟ میگم الله سبحانه و تعالی ربی، الله سبحانه و تعالی رب، پروردگار خدای ما هست، درست؟ ای خیر ببینی در مورد پیامبر سوال میپرسه. میگه در مذهب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان محمد ابن عبدالله پیامبر خدا، پیامبر ما هست، درسته؟ محمد ابن عبدالله، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر ما هست. میگه کتاب چیه؟ قرآن، کلام الله مجید هسته، قرآن کتاب من هسته، درسته؟
خب اناری در اینجا میپرسه که من هو امامک، امام چه کسی هستم؟ چرا ایران میپرسن؟ حالا ایران منطقی پیش موریم، نه اینکه ما چون شیعه هستیم بگیم شب اول قبر میپرسن. دوباره در می قرآن آخر آیات اتفاقای خاصی میافتاد، آیات بر پیامبر نازل میشد. آخرین آیه ای که یعنی کل آیات قرآن نازل شد، آخرین آیه ای که بر پیامبر خدا نازل شد میدانی چی بود؟ نه نخیر نه اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این آیه بود که امروز دین شما کامل شد و نعمت الله سبحانه و تعالی بر شما کامل گردید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز کامل شد دین بر شما. حالا چه اتفاقی افتاده بود که این آیه که آخرین آیه هست نازل شد در روز غدیر خم؟ چه اتفاقی افتاده بود وقتی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بالا برد و گفت من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولایش هستم علی مولای اوست. آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، امروز روزی بود که دین شما کامل شد. درست است قنبر جان. خودت اول از چیزایی که خداوند برای ما و شما گفته از امو اطاعت میکنی یا نه؟ بله اوکی نال ما یک سوال داریم جیگر بیادر. خو امی که مثلا یکی از سینزنیست که سینزنی میکنیم درست است؟ یکی هست که تیغ میزنند نه؟ تیغ میزنند. مگر خداوند نگفته که این جانی که ما به تو دادیم این امانت تو است نه؟ ناله ما نباید که مثلا این جانم امانت نگاه کنیم و متوجه باشیم؟ احسن. سینه زنی درست است. سینه که میزنیم ای که سینه میزنیم به خاطر که سینه ما گچی مده چیزا عقایدام دارم، سینه زنی خودم هم زدیم به خاطر که من دیوالای دارم کلشان شیعه هستن و در بینشان بودیم سینه زدیم. اما من مخالف از این هستم که خون بریزه یا مخالف از این هستم که جان پاره شوه. ماشاءالله چی گفتن این دارید؟ چرا چون الله در قرآن در قول تو چی گفته بود که این جان امانت در خود آسیب نزنید درسته؟ دقیقاً ماشاءالله. آیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر خلاف آیات قرآن کاری انجام میداد؟ نخنی ماشاءالله. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را چی شیعه چی سنی تشویق به چی کرد؟ ده حجامت. حجامت شنیده؟ تشریح بده خوبتر میشه برای حجامت که انسان مرا بعضی از جاهای بدن خود تیغ میزنه که ورزش کارا بادکش میکنن اول بعد تیغ میزنن واسه اینکه خون زائد بیرون شود درسته؟ چرا در جان خود آسیب بزنیم؟ مگر خدا نگفت جان تیغ نزنید در جان خود آسیب بزنید؟ دقیقاً دقیقاً. پس چرا واسه پیامبر میگه برید تو بعضی از روزهای سال جان خود تیغ بزنید که برایتان خوب است؟ خب برادر خیر ببینی تا اینه قدر تو مرا گفتی نال ما باد ازی برادر یا کمک دوگام خودم معلومات میکنم اینه قدر که هست خودت نال مرا گفتی نال با گفته های خودت امی گپه که گفتی من یک کم معلومات پیدا میکنم باز انشالله که در لایف بودم هستم. من در لایف هر موقع خواست شما تشریف بیارید ما بالا میارم در خدمتتان هستم. قربانه تشکر سلامت باشید. تشکر از اینکه با ما بودید. خداحافظ. خدا نگهدارتون باشه.